অত <laughs> অহাগt <laughs> سلام خدمت شما شاگردای عزیز امیدوار هستم که جور باشین و صحتمن شاگردای عزیز امروز به آخر فصل رسیدیم فصل اول میخواییم امروز ما و شما سوالات رو با هم یک جای کار کنیم قبل از اینکه سوالات رو با هم یک جای کار کنیم شاگردای عزیز میخواییم یک خلاصه داشته باشیم از فصل آخر امروز که ما و شما در فصل چی یاد گرفتیم اگر یادتان باشد در فصل ما یاد گرفتیم که موضوعیت فصل مرکبات عضوی بود شاگردای عزیز تعریفی مرکب عضوی را یاد گرفتیم نظریه دو دانشمندی برزیلوس و وحلی را در رابطه با مرکب عضوی با هم خواندیم گفتیم که برزیلیوس آمد در رابطه با مرکب عضوی گفت مرکب عضوی تنها از موجودات حیه به وجود می آید. و همچنان یک دانشمند دیگه آمد به نام وحلر که آمد گفت نه مرکب عضوی را میشه ده لوراتوار هم از طریق مرکبات غیر عضوی به دست آورد که یک جرقه بسیار مهم بود در دنیای مرکبات عضوی بعد از اومدن فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی را یاد گرفتین شاگردای عزیز که بسیار بسیار مهم است در هم در سوالات امتحانی میآید هم در مشاهده میکنین باز پیشتر کی در سوالات آخر فصل هم این سوالات تکرار شده فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی بود که مرکبات عضوی از عناصر کربن و هیدروژن ساخته میشد اما مرکبات غیر عضوی از این عناصر ساخته شد دیگه فرق مرکبات عضوی قابل احتراق بود فرض مثال پلاستیک ها که یک مرکب عضوی هسته قابل احتراق است برایتی می سوزه. و در اثر سوختن میتونه هم کاربون دی اکسید تولید کنه هم آب تولید کنه و یک مقدار انرژی اما مرکبات غیر عضوی مثل مثلا نمک نمیتونه برای تی بسوزه و قابل احتراق نیست و دیگه فرق چی بود فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی مرکبات عضوی میتانیست ایزومیر ها و پولیمیر ها را برای ما تشکیل بده از چه خاطر؟ از خاطر که اتم های کاربون و های دروژنیست میتانیست برایتی جای به جای شده چون میتانیست ایزومیر و پولیمیر را برای ما ساخته کند بنابراین میتانیست زنجیره های بسیار طولانی را برای ما تشکیل بده و اما نسبت کتله مولکولی آنها یعنی مرکبات عضوی نسبت به مرکبات غیر عضوی بیشتر است و همچنان تعدادشان به همون نسبت بیشتر از بالغ بر 20 میلیون تعداد مرکبات عضوی بود این یاد گرفتین دیگه چی یاد گرفتین یاد گرفتین که مرکبات عضوی حادی جریان برق نمی باشه با کمک یک آزمایش نشان دادیم اما مرکبات غیر عضوی حادی جریان برق هستند دیگه یاد گرفتیم رابطه بین اتم های کاربون در مرکبات عضوی یک رابطه اشتراکی بود درست است که رابطه اشتراکی یگانه دوگانه و سگانه رو با هم یاد گرفتیم اما رابطه ای که در مرکبات غیر عضوی هست رابطه بیشتر ایونی هست این فرق عمده بود که بین مرکبات اوزوی و غیر عضوی ما و شما یاد گرفتیم خلاصه از فصلی امروز بود خب الا آمادگی خود بگیریم شاگرد عزیز میخواییم یک جایی با همدیگه سوالات را حل کنیم سوالات شما از چند بخش ساخته شده شاگرد عزیز که ما میایم در این قسمت با هم با کمک همدیگه کار میکنیم بخش اولی سوالات این قسمی است جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید سوال اول مرکبات کاربن بدون اکساید های کاربن و کاربونیت ها به نام جای خالی یاد می شود خب شاگردای عزیز اگر یادتون باشه در درس های گذشته ما برایتان گفتم که کاربن و همچنان هیدروژن از عناصر اصلی چی هسته؟ مرکبات عضوی است آفرین پس مرکبات کاربن جزء مرکبات چی هسته؟ هست عضوی است پس جای خالی را چی خانه پوری میکنیم مرکبات عضوی سوال دوم تعداد مرکبات عضوی نسبت به مرکبات غیر عضوی جای خالی است خب باز پیشتر برایتون هم در خلاصه درس گفتم هم در داخل درس گفتم که مرکبات عضوی به خاطر که میتونست ایزومیر و پلیمر تشکیل بده تعدادشون نسبت به مرکبات غیر عضوی چی بود بیشتر بود پس جای خالی را چی پر میکنیم بیشتر سوال سوم هیچ مرکب عضوی وجود ندارد که عنصر جای خالی را نداشته باشد این یک عنصر بسیار مهم در مرکبات عضوی را میگه چی است که اساسی ترین عنصر است چی است اتمی کاربون هست پس در جای خالی میتونیم بنویسیم انصوری کاربون سوال بعدی اولین بار توسط جای خالی یوریا از ماده غیر عضوی با دست آمد یک آزمایش بسیار مهم بود اگر یادتان باشه شاگردان عزیز دانشمندی بود به چی بنامی وهلر که آمد یوریا که یک مرکب عضوی هست در لورتوار از طریق مرکب غیر عضوی و دست آورد خب بخش بعدی سوالات به این صورت از شاگردهای عزیز جمله های صحیح را با حرف ساد و جمله های غلط را با حرف غین در قوس هر سوال نشانی کنید به صورت عموم اتم های سازنده مرکبات عضوی توسط رابطه های اشتراکی به هم وصل شده است دقت کنید شاگردای را عزیز رابطه ای اشتراکی خب ما در خلاصه فصل فر... در خلاصه فصل برای گفتم که مرکبات عضوی رابطه ای اشتراکی را تشکیل داده میتونه پس میتونه سعی باشه سوال بعدی مرکبات عضوی در موجودیت اکسیژن میسوزد خب این هم در خلاصه اگر یادتان باشد خلاصه فصل گفتم مرکبات عضوی مثل مثلا پلاستیک ها براحتی میتونه در حضور اکسیژن قابل بسوزه و قابل احتراق است و برای ما دی اکسید و آب را تولید میکند. پس این میتونه صحیح باشد سوال بعدی مرکبات حلقوی مواد عضوی است اما در موجودات زنده یا حیه وجود ندارد. خواهی میتونه صحیح باشد یا غلط؟ ما گفتیم مرکبات عضوی در موجودات زنده وجود داشت پس این میتونه چی باشه غلط باشه حرفی غیر ده قوس نشانی میکنید سوال بعدی تعداد مرکبات غیر عضوی در حدود 20 میلیون است خب ایران براتون گفتم که مرکبات عضوی یا غیر تعدادشان بیشتر بود مرکبات عضوی نه غیر عضوی پس این میتونه غلط باشه سوال بعدی مرکبات عضوی مرکباتی است که دارای عناصری کربن، هیدروژن و اکسیژن و دیگه عناصر میتونه باشه. خب این مرکبات عضوی را ما عناصر اصلیش را براتون یاد دادیم، یاد گرفتیم که عناصر اصلیش است؟ کربن، هیدروژن و در بعضی از مرکبات دیگه هم میتونه اکسیژن باشه، سلفر باشه و نایتروژن هم میتونه باشه. پس این صحیح است. سوال بعدی کتله مولکولی مرکبات عضوی نسبت به کتله مولکولی مرکبات غیر عضوی کمتر است. خب ما گفتیم مرکبات عضوی چون میتونه زنجیره های بسیار طولانی را تشکیل بده چون میتونه زنجیره های بسیار طولانی را تشکیل بده بنابراین کتله مولکولی اون میتونه بیشتر باشه پس که گفت کتله مولکولی مرکبات عضوی نسبت به کتله مولکولی مرکبات غیر عضوی کمتر است غلط است بخش بعدی سوال در زیر هر سوال چهار جواب وجود دارد که فقط یکی از آنها درست است آن را نشانی کنید خب گفته اگر بوره را که یک مرکب غیر یک مرکب عضوی است با حرارت زیاد حرارت دهید به یک ماده سیاه مبادل می شود که ماده سیاه عبارت است از الف سلفر به نایتروژن جیم هیدروژن و دل کربن. خب بورا را دای بازمایش چون یک مراکب عضوی است نشان دادین برتان صحیح است در اونجی دیدین و مشاهده کردین که در آزمایش قطرات آب تشکیل می شد و ماده سیاه رنگ قطرات آب نشان دهنده اتم هیدروژن بود و ماده سیاه رنگ نشان دهنده اتم کربن بود که دو عناصر اصلی در مراکبات عضوی را ما میتونستیم از طریق آزمایش تشخیص بدیم پس جواب صحیح میشه کربن سوال 12 غیر از اکساید های کربن و کاربونید ها مرکبات کربن به یکی از نام های زیر یاد می شود شیپ فلزات مرکبات غیر عضوی نمک های غیر عضوی و مرکبات عضوی خب ما براتون گفتیم که مرکباتی دقت کنید به نکته های سال مرکباتی کربن کربن جزء اساسی ترین عنصر بود ده مرکباتی عضوی خب را از طریق همین نکته میفهمیم که باید مرکبات اوزوی را انتخاب کنید خب شاگرده عزیز سوال سیزده هم گفته در موجودیتی قوه حیاتی اجسام حیه مرکبات عضوی ساخته می شود این نظریه را یکی از علمای زیر پیشنهاد کرده است نیوتون، برزیلیوس، وحلر و فرادی خب شاگرده عزیز ده خلاصه فصل و همچنان ده خود در درس ما یاد گرفتیم که دانشمندی که آمده گفت مرکبات عضوی از بدن موجودات زنده تشکیل میشد دانشمندی بود به نام برزیلیوس پس جواب صحیح میشه برزیلیوس سوال چهاردهم. گفته رابطه اشتراکی دوگانه در یکی از مرکبات زیر وجود داره C2, H4, NSL, HCL و H2O خب شاگرده عزیز اگر یادتان باشه ما خلاصه درس و همچنان در ابتدای درس بهتون گفتم رابطه اشتراکی در مراکباتی عضوی وجود داشت درست است مرکبات عضوی مرکباتی است که در ساختارشان اتم کربن و هیدروژن موجودیت داره خب از بین مثال ها نگاه میکنید سی دو اچ در ساختارش اتم کربن و هیدروژن موجودیت دارد پس میتونه رابطه اشتراکی دوگانه را داشته باشه اما ان HCL سی ال و اچ دو مرکبی غیر ازویسته. بخش بعدی سوال گفته سوال های زیر را توضیح دهید و تشریح نمایید. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را با یک مثال توضیح دهید. خب ما برای شما ما و شما یاد گرفتیم برای شما گفتیم که رابطه اشتراکی یگانه از به اشتراک نمودن یک جوره الکترون تشکیل میشود، صحیح است؟ رابطه اشتراکی دوگانه از به اشتراک نمودن دو جوره الکترون رابطه اشتراکی سگانه از به اشتراک نمودن سه جور الکترون تشکیل میشد. مثال هایش هم در درس بهتون گفتم که مالکولی که میتونه رابطه اشتراکی یگانه داشته باشه مالکول ایتان بود و دوگانه ایتیلن و سیگانه از تیلن میتونست باشه سوال شانزه گفته برزیلیوس درباره قوای حیاتی چی نظر داشته شگرده دا عزیز باز ای دانشمند برای بار دومی سوال تکرار شده پس مهم هسته برزیلیوس آمد گفت مرکب عضوی از بدن موجودات زنده و یا حیه تشکیل شده است نظریه برزیلیوس بود سوال افده مدل اتمی کاربون را به کمک شکل واضح سازید. خب اینجا باید شما این مدل را ترسیم کنید شاگردای عزیز خب با هم دیگه با ما همراهی کنید میخوایم بریم بر روی تخت سیاه این مدل را با کمک هم دیگه تشریح کنیم با توجه به اطلاعاتی که شما از اتمی کربن دین عزیز برای اینکه مدل اتمی کربن تشریح کنید و ترسیم کنید شاگردا باید یک سری معلومات بلد باشین یکی اتم کربن مربوط به گروپی چهارده بود صحیح است دارای چهار تا الکترون ولانسی بود درست است خب دارای شش پروتون بود و همچنان دارای شش نیوترون بود خب من ساختارش رو ترسیم میکنم مدل اتمی به این صورت که هسته رده قسمت میکشیم پروتون و نیوترون به داخل هسته قرار میگیره شش پروتون و شش نیوترون خب قشرهایی که در اطرافی هسته قرار گرفته رو میکشیم خب شاگردای عزیز اتم کربن به یک نقطه رسیدیم اتم کربن چون خونسا هسته تعداد الکترون هاش مساوی است با تعداد پروتون ها ما چند تا پروتون داریم شش تا پس تعداد الکترون های من میشه چند شش خو این شش الکترون نه در قشر ها قرار میتون. در قشر اول حد الکترون ها چند تاست دو تا بود دیگه آه؟ خو در قشر دوم قشر دوم از این شش تا دو تاش که در قشر اول هستن مال چند تا چهار تا چهار تا ای دیگه اش در قشر دوم قرار, قرار میگیره به این صورت یک دو سه چهار این میشه ساختار مدل اتمی اتمی کاربون که برای شما با کمک هم دیگه ترسیم کردیم. خب سوال بعدی کاربون و هایدروژن چی در یک مرکب عضوی تشخیص می شود شاگردای عزیز خب اینو با کمک یک آزمایش ما و شما یاد گرفتیم نشان دادیم که می توانیم بوره را حرارت بدیم قطرات آب تولید می شد که نشانگر چی بود برای ما اتم هیدروژن مشخص می کرد و ماده سیاه رنگ برای ما کاربون را مشخص میکرد. با کمک آزمایش میتونستیم براتی به دست بیاریم. سوال 19 م کیمیای اوزوی ده حیات روزمره انسان ها چی اهمیتی دارد؟ شاگرد عزیز دقت کنید ما مرکبات اوزوی را برای تان در ابتدای درس گفتیم که هر چیزی که در ما حول ما موجودیت داره مرکب اوزوی است درست است؟ از بدن موجودات زنده بگیرین تا مواد مصنوعی که در ها تولید می شد. پس ببینید که چقدر مرکبات عضوی بسیار پیچیده هسته. در زندگی روزمرگی ما کاربرد داره و کیمیای عضوی هم کیمیایی هسته که مرکبات عضوی را بر ما مطالعه میکنه و تشریح می اطلاعات می توضیح میده. پس از این حیث کیمیای عضوی در حیات روزمره ما بسیار مهم هسته. سوال بیست. ساختمان های تیلن و استیلن را با هم مقایسه کنید بین آنها چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود داره خب این را میایم ساختارشه در ساختار لیویسش برای تخت با کمک همدیگر ترسیم میکنیم و شباهت ها و تفاوت های خب را با, ها با هم پیدا میکنیم خب تیلن اگر یادتان باشه شاگردای عزیز گفتیم میاد در دان رابطه دوگانه وجود داشت یا رابطه‌ای یگانه رابطه‌ای دوگانه فرنسان ساختمان ایتلن به این قسم بود دیگه دو اتم کاربون که بینشان رابطه دوگانه رابطه دوگانه رو با یک رنگ دیگه دو تا یک تا رابطه دوگانه داشت درست است خب ما گفتیم اتمی کربن چهار رابطه اشتراکی رو تشکیل دادن بتونه دو رابطه اش که دیگه قسمت تکمیل شده میمونه دو رابطه دیگه که با اتم های هیدروژن رابطه را رابطه اشتراکی را برقرار میکنه به این صورت این ساختار اتیلین بود ساختار استیلین چه قسم است؟ در و این دو اتم کاربون رابطه ای سگان است بود دیگه درست است؟ رابطه سگان را قسم نشان میدادیم خب اتم کربن سه رابطه اشکی این تکمیل شده هم میمانه یک رابطه که او یک رابطه را با اتمی جان تشکیل رابطه را میدهد که چهار رابطش تکمیل شوه حالا از بین این دو شکل اتیلین که ساختار اول است استیلین که ساختار دوم هست ما می میخواییم شباهت و تفاوت ها را پیدا کنیم شباهت هایی که بینشان وجود داره نگاه میکنید در هر دو ساختار ها اتم های کربن و هیدروژن موجودیت داره جز مرکباتی عضوی تفاوت هایی که داره در اتیلین رابطه اشتراکی دوگان است در رابطه اشتراکی سگانه است. کاربردشان تفاوت داره. اتلین در صنعت میوجاد برای پخته شدن میوجات استفاده می و اتلین در جوشکاری مورد استفاده قرار می این می شود ها و تفاوت هایی که ما و شما از این دو مرکب می دانیم. خوش از سوال بعدی رو با هم کار میکنیم که چی است؟ سوال بعدی که سوال آخر ما و شما میباشه گفتن اسکلت زنجیری از اتم های کاربون را درست کنید که شش اتم کاربون داشته باشند در این مرکب چند اتم هیدروژن وجود دارد. در مرکب مذکور رابطه اتم های کاربون یگان است خب گفته رابطه بین اتم های کاربون یگان است برای از ما چی خواسته؟ اتم تعداد اتم های هایدروژن شش تا اتم کاربون داریم خب باز رو برای تخته سیاه شکلش را ترسیم میکنیم که چه قسمی میتونه تعداد اتم های هیدروژن مشخص شود گفته چند اتم هیدروژن شش اتم هیدروژن خب شش اتم هیدروژن در اینجا می میکنیم یک دو سه چهار پنج و شش گفته رابطه بین اتم های کاربون یکان است خب رابطه یگانه را در اینجا مشخص میکنیم این میشه رابطه های یگانه ای ما سعی است خب حالا از ما چی خواسته؟ از ما خواسته که تعداد اتم های هیدروژن مشخص کنیم. خب ما میدونیم که اتم کربن چهار رابطه اشتراکی تشکیل داده میتونه. در قسمت سیل کنید. اتم کربن یک رابطه اشتراکی رو با اتم کربن با اتم کربن تشکیل دادن میمونه سه رابطه دیگه درسته؟ اون سه رابطه دیگه را با اتم های هیدروژن تشکیل میده. دیگه اتم های کربن هم ها به همین قسم دو رابطه تکمیل است میمونه دو رابطه که با اتم های هیدروژن تشکیل میده. این هم به همین قسم به همین راحتی شاگرده از شما میتونید تعدادی اتم های هایدروژن را در اینجا ترسیم و بعد از بایین آخری هم که سه با اتم های هایدروژن تشکیل میدهد. ها. این میشه تعداد اتم های هایدروژن که برایتی مشخص شد سوال های ما همین قسمت شاگردان عزیز به اتمام رسید امیدوار هستم که امروز سوالات را به درستی حل کرده باشید شما هم دخانه های خود و با همینجی دیدیم که یک جای حل کردیم شاگردای عزیز شما را به خداوند بزرگ می سپارم. امیدوار امیدوارستم که در زندگیتان موفق باشید شاگردای عزیز خدایا رو نگهدارتان باشه